جراحتی که من میبینم مقابلت گورم میکنند. زین پس مجبوری مختار را با یک چشم قبول کنی. تو برای رسیدن به آرزویت دو چشم میخواهی، پس تردید نکن. این زخم نمیتواند کورت کند. یادت می آید روزی که به نکاح هم در آمدی از تو چه پرسیدم؟ بله، پرسیدی عمره چرا از میان کرور کرور خواستگار صاحب منصب و شاهزاده بخواهی زن یک مرد زاره شوی؟ پدرم با عصبانیت مرا دیوانه میخواند. تو دیوانه ای عمره، این همه جوان صاحب منصب آرزوی تو را دارند، تو چسبیدی به یک مرد زاره که بوی علف و فرزا میدهد. خب تفاوت عمره با دخترانی چون خودش این بود که آنها در پی شوهر بودند و من در پی یک همسفر. آنها همبالین میخواستند و من همراه. من در پی یک مرام بودم که مریدش باشم، مرامی که نشانش حب علیست. مختار و دوگوی چشم آتشینش بهانه بود. غلط انتخاب نکردم، زخم چشمت گواه من است. خب پس گوش کن رفیق راه، من صبح علی طلوع آزم هستم. کجا با امید خدا؟ رازم را فقط با تو میگویم عمره. من به مکه میروم. خب هم سفرت میشم رفیق را. تو که نمیخوایی به تنهایی سفر کنی؟ تنها نیستم، تو در دل منی. کاش میشد در کنارت باشم عمره. امثال عمر سعد و شمر ابن سلجوشن بر سر رو هم تله ها کاشتند. با وجود تو نمیتوانم از نامشان بگریزم. تو از خاطرات زندان سخن کردی و از وعده میثم تمار. پس تکلیف قیامت چه میشود وقتی میخواهی از کوفه بگریزی؟ در حال حاضر شرایط برای قیام مهیا نیست عمره. من برای این قیام لااقل یکی دو سال فرصت میخواهم. شنیده امال زبیر در مکه علم مخالفت با یزید را برافراشتند و مهیای جنگ با یزیدیان می شوند. چندی به مکه می روم. اگر شد با آل زبیر توافق می کنم و پوزه یزید را به خاک می مالم. کاش به جای مکه به ایران می رفتی مقدار. تو در ایران زودتر به مقصد می رسی. حق با تو بود عمره، اگر نیاز به خانه تکانی دل نداشتم. میروم تا روحم را با آب زمزم بشویم. محال است ابو اسحاق از مقصدش با تو حرفی بزند. پس معلوم شد زربی را نشناخته ای. زربی را نمیشناسی بماند که تو ابو اسحاق را هم نشناخته ای. من ابو اسحاق را بزرگ کردم خالو، کجای کاری؟ من هم عمری با او رفاقت کردم پیرمرد. پیرمرد توی و جد آبادت؟ میخوای چشم بسته بگویم ابو اسحاق از خانه به در شود چه میکند؟ چه میکند؟ شرط دارد خالو، خرج دارد. یک قوت شرط ببن تا زربی چشپسته غیب بگوید. مردش از سی شرط ببن. از مقصد شرط نزد چه؟ شرط باطل. قبول. مدیونی چشمانت را خوب نبندی. پشت میکنم که خیالت راحت باشد. چکمه‌اش را پوشید، رفت جلو. در گوش بانو عمره
سخن کرد، از بان عمره جدا شد، نگاهی به دلدل کرد و بعد نگاهی به ما، آمد به طرف ما. الان است که بگوید زربی جان تو و جان دلدل. زربی. بلیا. جان تو و جان دلدل. خاطر جمع خالو جان، مثل تخم چشمم مراقبشم. رفت به طرف دلدل، دست به یالهایش کشید، صورتش را مالید به صورت دلدل، در گوش دلدل وردی خواند. دلدل او را بو کرد، او هم دلدل را بوسید. الان آمد به طرف ما که سفارش عمر بانو را کند. زربی از بانو عمر غافل نشوی، مبادا خدای نکرده در مزیقه باشد. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد خاص برایش فراهم میکنی. زربی از بانو عمر غافل نمیشوی، مبادا خدای نکرده در مزیقه بماند. هرچه که خواست از شیر مرغ تا جان آدمیزاد برایش فراهم میکنی. خدا بخواهد. عازمه کجای ابو اسا؟ هر جا که تقدیر بخواندم. هر کجا ساکن شدم اخبارش را برایتان میفرستم. کامل کیان، شما حکم دو بازوی مختار را دارید، به وفایتان میبالم. در غیابم تا میتوانید یارگیری کنید. از مقصدم نپرسید، گوشهای ناپاک همچون مرا سعد و شمر در کمینن. به مقصد که رسیدم اخبارم را به گوشتان خواهم رساند. این یکی دو روز با اعمال ایزایی دشمن را فریب دهید، کاری کنید گمان کنن من هنوز در کوفه هم. ابو اسحاق، اجازه بده چند تن از یاران همراهیت کنن. نه بن کامل، این سفر سفر آزمون مختار است. شرط تحقق رویای من بسته به این سفر است. مختار باید تنها تهیه دریغ کنن. برای دعا کنید. کرده نگه دارد.
راهزنی؟ مسافرم. عازم کجایی؟ چطور؟ چون به راه مرگ میروی. مجبورم. صحرا رو میشناسی؟ نه به اندازه شما. جلوتر بروی میفهمی صحرا یعنی چی. عبور از این صحرا به تنهایی غیر ممکن است، آن هم با مرکبی که تو داری. مرکب صحرا اشتر است نه اسب، پس توشه راحت کو. مختصر نان آبی است. معلوم شد ناشی هستی و نابلد صحرا. از من میشنوی برگرد و اسبت را با اشتری ماده عوض کن که شیرده باشد. فقط با شیر و شتر میتوانی از صحرا جان سالم به در بری. شما چرا از بیراه سفر میکنی؟ خب بیراه کوتاه‌تر است، به شرطی که بلد راه باشی. نامت را مجبوری مثل مقصدت پنهان کنی؟ چرا میپرسی؟ صدایت به گوشم خیلی آشناست، دستار از چهره برداری شاید بشناسمت. من نامم ابوالغرق است، از طایفه ثقیف. ابوالغرق؟ مرا شناختی؟ نامت را شنیدم. من مختارم. مختار؟ خودت یه بوس ها؟ حکمت خدا را ببین، جایی دعایت را اجابت می کند که فکرش را هم نمی کنی. آرزو داشتم که از نزدیک زیارتت کنم و دستت را ببوسم. تو مایه سربلندی قوم ثقفی ابو اسحاق. آوازی دلیری هایت را شنیدم شیر مرد ثقفی. درود بر تو، حق پشت و پناهت باشد. آهای پسرم، ابو اسحاق را به کاسه شیر شتر مهمان کن. ممنونم ابوالغرق. چشمت چه شده ابو اسحاق؟ زخمیست که از پیکار با دشمن برداشتم. بشکند دستشو. این نشان حراس دشمن از مختار است. کسی که بتواند به مختار زخم بزند باید جنگجوی کارکشته‌ای باشد. رد پایی جلوی چشمم نهادن تا هیچ وقت گمشان نکنم. خبرت را از زندان پسر مرجانه داشتم. چگونه از بندش گریختی ابو اسحاق؟ نگریختم، از زندان آزادم کردن تا نفی بلدم کنند. بسم الله مختار، ناقابل است، نوشه جان کنی. ممنونم جوان، می ندارم. بخور ابو اسحاق، تازه می شوی. باید به سختی راه عادت کنم. به خدا قسم شیر را میخوردی مختاری نبودی که من شناختم. حالا با خیال راحت نوش جان کن. ممنون، بسیار گوار است. خدا را شکر که در تقدیر مختار به قاعده کاسه شیری شطور سهیم شدم. من رو ببخش که به شما شک کردم. بسیار بسیار کار به جایی کردی. مختار ما کیس است، هوشش از شمشیرش برنده تر است. کیس یعنی چه؟ یعنی باهوش، یعنی زیرک، یعنی همین که دیدی. تا من شیر را نخوردم نخورد. آمدیم و خدای نکرده شیر زهر داشت، میخورد زبانم لال میمرد. خدایا نمیرم و آوازه خروجت را بشنوم. خدا بخواهد که قرار از قاتلین پسر پیامبر را به سزای اعمال زشتشان برسانی.
نباشد که آن روز بیاید بغرق. قسم میخورم به اندازه خونهایی که در قصاص یحیی بن زکریا ریخته شد از قاتل حسین بکشم. برو این خبر را به گوش داداران حسین برسان. بگو منتظر مختار باشید. تو چه فکر میکنی رفیق؟ یک خیمه تنها در این صحرای بی آب و علف مشکوک نیست؟ مطمئنی تله نیست؟ نمیخواهی بویی بکشی؟ گوشی تیز کنی؟ بسیار خوب، برویم ببینیم تقدیر در این خیمه برای من چه تدارک دیده. آهای صاحب خیمه، میهمان نمیخواهی؟ داخل خیمه نیست؟ دست از پا خطا کنی خنجر رو تو دسته در گلویت می نشانم. شمشیرت رو بده به من. باور کن من راه سن نیستم. حرف نزن. این خنجر به قدری تیز است که با یک اشاره دست روانی گورت می کند. شمشیرت رو بده به من. دست ها به پشت، زود. توانی برگردی. ببخش شمشیره، من قصد تعرض به حریم خیمت رو نداشتم. ندا دادم جوابی نشنیدی. چون جوابی نشنیدی سرک کشیدی که از سر درون خیمه آگاه شوی. هوشت نکشید این خیمه بوته خود روی صحرانی صاحبی دارد؟ چرا بی اذن صاحب خانه داخل شدی؟ حق با شماست، خطا کردم. کی هستی؟ مسافرم. نپرسیدم چه هستی، پرسیدم کی هستی. آدمی زادم. عجب، خیال کردم جانور صحرایی. از بیم دشمنانم ناگزیرم گمنام سفر کنم. مقصدم را پنهان می‌دارم تا ردم را پیدا نکنند. چه دشمن احمقی، بی عرضه‌ای مثل تو که ترس ندارد. این دشمن کیست که از خوفش آواره صحرا شدی؟ دشمنان من مشتی حیوانند که اهل بیت پیامبر را در صحرای نینوا تکه تکه کردند. نام انسان بر ایشان نهادن اهانت است بر آدمی. پس واجب شد بدانم که هستی. من همسر یکی از شهدای دشت نینوایم. کسی مثل تو که از بیداد یزیدیان آواره صحرا شده باید نام زهیر ابن قین را شنیده باشد. تو همسر مرحوم زهیر ابن قینی؟ بله، نامم دلهم است. تو کی هستی؟ من مختارم، پسر ابو عبید صحفی. پس توی آن منتقم کرار. منتقم کرار؟ بله، انتقام گیرنده ای که سخت حمله می کند.
شمشیره. تو داریم برای بوت صحرا تنها چه میکنی؟ حکایتش چندان پیچیده است. من در این منزل از زهیر جدا شدم. زهیر وقتی عزم حسین کرد مرا طلاق داد. نمیخواست دشمن بعد از اون مرا به جرمان که زن زهیرم آزار کند یا به اسیری ببرد. عهد کردم تا خبر مرگ یزید را نشنوم از این صحرا جم نخورم. میخواهم طلاق زهیر را تلافی کنم. سبحان الله، جنون یعنی همین. من زهیر را از جنگ یوم‌الجسر میشناختم، همان جنگی که کلید فتح الفتوح قادسیه شد. در آن ایام من نوجوانی 13 ساله بودم. مرحوم پدرم فرمانده جیوش مسلمین بود. من هم با خود به میدان نبرد برده بود تا به قول خودش آب دیده شدم. در آن ایام زهیر جوانی بود سینه ستبر و پولاد رک که بی پروا و مردان نمی جنگید. در دلیری و جنگاوری مثل بود. هرگاه به میدان جنگ می رفت مرحوم پدرم با حسرت می خواست تا خوب تماشایش کنم و غیرت و شجاعت را از او بیاموزم. من بچه بودم، به زهیر حسادت می کردم. بارها به توصیه پدرم زهیر از من خواست تا با هم مشق جنگ کنیم، اما من هر بار سردرد و دلدرد را بهانه می کردم و تفره می رفتم و تن به مشق جنگ با او نمی دادم. مرحوم پدرم در همان جنگ کشته شد. بعد از مرگ پدر مرا به دلیل صغر سن به کوفه فرستادند. زن پس دیگر از زهیر خبری نداشتم تا سالها بعد که شنیدم از تاجرانه به نام شده و ثروت خوبی به هم زده. درست شنیدی. زهیر سالها سرش به تجارت بند بود و کاری به کار جنگ و حکومت نداشت. معتقد بود جنگ میان دو گروه مسلمان رسول خدا را متعلم می کند. پس چه شد که تغییر رأی داد؟ چه شد که از دنیا دل کنده به غافل این نوا رسید؟ حکایت غریبی دارد مختار، خیلی غریب. ما به سفر حج رفتیم. پس از حج عازم کوفه شدیم که در نزدیکی مکه قافله حسین را دیدیم. چند منزلی راهمان با حسین یکی می شد. زهیر خوش نداشت که با قافله حسین سفر کند. صبر کردیم تا حسین یک منزل جلو افتاد. وقتی حسین می رفت ما فرود می آمدیم و وقتی حسین فرود می آمد ما می رفتیم. دست تقدیر در منزلی دو قافله را به هم رساند. حسین قاصدی فرستاد و زهیر را به حضور طلبید. کار دنیا واژگونه است. از هر چه گریزانی و بالت می شود. می دانستم حسین بداند این قافله زهیر ابن قین است دست بردارم نیست. آسمان به زمین رسیده، شق القمر شده یا خورشید مرده؟ شاید کار واجبی داشته که قاصد فرستاده. کار واجب؟ کار واجبش این است که دعوتش را اجابت کنم و همراهش به کوفه بروم. دعوتت کرد اجابت نکن. عذر بخواه. بگو هزار جور مشغله داری. اموالت بی صاحب است و تجارتت لنگ. نمیتوانی با او به کوفه بروی. نه دلهم، نروم بهتر است تا بروم و تجارت و اموال را بهانه کنم.
جایم بر سجاده خوب است. تجارت میکنم و نماز میخوانم. مرض ندارم آخر عمری خود را آلوده بلوایی کنم که باعث خسران دنیا و اخباس. زهیر، پسر پیامبر خدا دعوتت کرده. به خدا قسم نروی به خودت ظلم میکنی. دلهم، من از روزی که فتنه در میان امت پیامبر افتاد با شمشیرم وداع کردم. قسم خوردم تا زمانی که مسلمان در برابر مسلمان ایستاده، شمشیر زهیر در نیام است. نمیتوانم عهد با شمشیرم را بشکنم. همراه شدن با حسین یعنی داخل شدن در جنگی که خدا میداند چه عواقب شومی دارد. چرا مرغت یک با دارد زهیر؟ کی خواست عهد با شمشیرت را بشکنی؟ کی خواست همراه حسین به کوفه بروی؟ بی ادبی است دعوت پسر پیامبر را رد کنی و حاضر به شنیدن سخنش نشوی. نکند ترسیدی؟ از چه باید بترسم؟ چه میدانم؟ این آسمان ریسمان بافتن ها نشانه ترس است. میترسی حسین جانت را بخواهد یا اموالت را مطالبه کند. فکر آبرویت باش زهیر. مردم بشنوند که حسین زهیر را خواسته و زهیر نرفته، ضعیف و نفست بخوانند و ترسو. از فرداست که ورد زبانها و نقل محافل شوی. من بعد بخواهند ترسویی را مثل بزنند، به جای موش نام زهیر ابن قین را میبرند. که بروم. نه به آن شوری رفتن، نه به این شیرینی آمدن. چه شده زهیر؟ حسین با تو چه کرده؟ من با حسین خواهم رفت. از تکلیف اموالت چه می شود؟ تجارتت لنگ می ماند. همه اشمال تو دارم. همه دنیای من تویی. هرچه از مال دنیا دارم به تو می بخشم. طلاقت میدم تا بعد از من زیان نبینی. طلاقم بدهی؟ محال است که حسین با یزید بیعت کند. اخبار موثق دارم که پسر زیاد مأمور به کشتن حسین شده و تدارک بسیار دیده. گله گله خلق کوفی را فریفتن برای مقابله و مقاتله با حسین. حسین هم که لشکری ندارد. همراه شدن با حسین یعنی داخل شدن در خانه مرگ. با مرگ من انگار تو متعلقی. چه بهتر فلحال متارکی کنیم. برو دارم، برو به اولاد و اموال برس. اولاد و اموال بی تو به چه کارم می آید؟ دلهم، مرگ مقدر هر جانداری است. امروز نمیرم، فردا یا پسین فردا خواهم مرد. بر اجل باید صبوری کرد، نه چون و چرا. تو اکراه داشتی به سوی حسین بروی. من روانت کردم. انصاف از تنها بروی. من این رهایی را مدیون تو هم دلهم. به خدا قسم جهاد بر زنان واجب بود، با هم در رکاب حسین حاضر می شدیم. اهل حرم حسین هستند زهیر. کاش نبودند دلهم. تنها دلواپسی حسین زنان و اطفالن. تو سربارشان نشو. جان نزن دلهم. طلاقت که بدهد اختیار با خود توست. دلهم، خدا میداند این طلاق طلاق عاشقان است. غیر از این فکر کنی مدیون منی. خوب شد دلهم، حالا با خیال راحت هم سفر حسین میشود. شب دهم محرم امام با اهل کاروان اتمام حجت کرده فرمودند
من بیعتم را از شما برداشتم. هر کس بماند بداند فردا کشته خواهد شد. عده‌ای از اصحاب ابراز وفاداری کردند. زهیر هم مثل بلبلی خوش نغمه آواز داد. وقتی ما بر حقیم، چه باک از کشته شدن داریم که به دیدار رسول خدا می رویم. به خدا قسم اگر بمیرم و زنده شدم و باز هم بمیرم و زنده شدم و همینطور هزار بار بمیرم و زنده شدم، ترکتان نخواهم کرد. امام دستور داد مشعلها را خاموش کنند تا هر که میخواهد برود و از روشنایی شرم نکند. پسر زلدوشن، شنیدم در جنگ با پسر پیامبر تو از همه ی لشکریانت حریص‌تری. گرچه امیر عمر سعد در آرزوی پادشاهی ملک ری له له میزند، اما میدانم قلبم مایل به مصاف با حسین نیست. این تویی که آتش بیار مرکه شده ای. از خدا بترس، امید هر وعده‌ای در آتش این جنگ بدمی باز ضرر می‌کنی. به خدا قسم مال و مقام دنیا فانی است، به خجل شدنش در روز قیامت نمی‌ارزد. جز موعظه چه بلدی؟ تو در میدان جنگی، نه بر منبر خانه خدا. به جای زبان چرخاندن شمشیر بکش. حوصله من و لشکرم سر رفت، بس که سخنان بیهوده شنیدیم. بله، سخن کردن با کسانی که شمشیر در دستشان بدمستی می کند بیهوده است. ای خلق کوفه، منم زهیر ابن قین بجلی. اغلب شما مرا می شناسید یا آوازم را شنیدید. تاجرم از مال دنیا بی نیاز. من محضر رسول خدا را درک و در زمان خلفای اربعه مجاهدت ها کردم. شما امت پیامبری هستید که بر گرامی پسر دخت پیامبرش تیغ کشیده اید. و من گناهی بزرگتر از این نمی شناسم. ابن خیل، تو با آل علی میانه ای نداشتی؟ چطور شد بیعت با امیرالمومنین یزید را شکستی و طرفدار حسین شدی؟ خیال کردی حسین پادشاه عراق می شود و تو وزیر اعظمش؟ بر فرض من حسین چنین خیالی داشتی ملعون، حال که اوضاع دگرگونه است از شما کوفیان می پرسن. پادشاهی عراق عزیزتر است یا جان شیرینمان؟ خدا قسم حسین به عراق نیامد جز به دعوت شما. نیتی ندارد جز هدایت شما. آرزوی ندارد جز رهایی شما. حسین زیر بار ظلم نرفته و هرگز دست بیعت به خلیفه ستمکاری چون یزید نخواهد داد. خاموش! ستمکار تو یان زعیم طاغیه یاقیه. Thank you.
عقب نزل جوشن. من هم موافق عقب نشینیم. سرورم حسین قصد نماز کرده. مصلحت بدانید موقتا ترک جنگ کنیم. ام من به نمازم میرسم، ام شما نفسی چاق میکنید. یبنخه دوباره به میدان بیاری خودم گلویت را میدارم، گردن کلفتت را میشکنم. کاش یک بار مردانگی کنی و با حرفت بیستی. من بعد از نماز به شوق جنگ با تو به میدان میایم. خلف وعده کنی سگ کمتری. زهیر حصار نیزه ها و شمشیرها را شکست و مثل پروانه آمد تا در نماز عشق بال و پر بسوزاند. گویا مقدر زهیر بود که نماز آن روزش را در ملکوت به رسول خدا اقتدا کند. قباحت دارد شمر، پسر خیلی هنوز یک تازی می کند. به معجزه شبیه تر از تاب جنگ. بی پدر پوست نهنگ دارد و زور فیل. نهیب می کند، لشکریان خودشان را خراب می کنند. پسر خیلی انگوش کچک حسین است. با هاشمیان چه می کنی که بازوهای پولادین حسین هست؟ با عباس ابن علی حتما عباس به میدان بیاید، همه با دیدنش زهره می ترکانید. بعید نیست، جگر شیر میخواهد با عباس ابن علی رو در رو شود. مسافت هم بتم کافی است. جنگ رو مغلوب کنید، با همه لشکر به خیمه حمله ور شوید و شر حسین را بخوابانید. فلحال حسین قصد نماز کرده، میخواهد جنگ را تعطیل کنیم تا نمازشان را بخوانند. بخواند شمر، بخواند. بعد از نماز کارش را بساز. واقعا میخواهید اجازه دهید حسین نماز بخواند؟ نماز واجب شرعی است پسرم، نمیتوانیم مانع ادای فریضه واجب شویم. پس جنگ را باخته اید. چطور؟ این جماعت به قتال حسین آمدند، چون فکر میکنند حسین کافر است و از دین خارج شده. وقتی ببینند حسین به خاطر خواندن نماز جنگ را ترک کرده، میفهمند که فریب خوردند. عجب نظر پخته ای. اینطور نیست شمر؟ خب البته نظر آقازاده بسیار ظریف است و دقیق. بعید نیست حسین میخواهد با این کار کوفیان خفته را بیدار کند. پس نباید اجازه دهیم حسین نماز بخواند. نه؟ چه از کنم؟ شما امیرید و ما سرباز. نه شمر، نه، مانع نمازشان شوید.
زهیر پای از زمین کنده بود. برای رفتن به میدان مثل کودکی بود که برای مادر آغوش باز کرده. بعد از نماز در حالی که سخت تشنه بود و زخمی به میدان شتاب. بعدها درباره دیدار زهیر با حسین نقل‌های گوناگون شنیدم که زهیر از آنها حرفی نزد. چه نقل‌هایی؟ فی‌المثل شنیدم که حسین لوحی ملکوتی به زهیر نشان داده که در آن نام شهدای نینوا بوده و نام زهیر ابن قین در شمار آنان حک شده. یا شنیدم حسین از میان دو انگشتانش همه چیز را به زهیر نشان داد. مختار، همان دستی که علی ابن حسین را بیمار کرد تا شیعه بی امام نماند، مختار را هم زندانی کرد که شیعه بی منتقم نباشد. تو دست انتقام خدایی مختار، پس به مکه برو، رمی جمره کن، خلیلوار بت‌های درونت را بشکن و جسمت را به آب زمزم شسته شده. داران آشورا تسلای خاطر می‌خواهند مختار.
اهلن و سهلن مشرف. ممنون که اذن دخول دادید. شما صاحب خانه مختار. مرحوم عمویت از معارم ابویم علی و برادرم حسن بود. سوابق ارادت شما به آل علی بر ما پوشیده نیست. اخبار میزبانیت از پسر عمه غریبم مسلم در کوفه و حمایتی که از او کردید و ایزن خبر اظهارتت همه را به تفصیل شنیدم. جراحت چشمت چطور است؟ شکر خدا رو به بهبودی است. محفوظ باشید انشاءالله. مصدق شدم. تعارف نکنه با اساق. سینه ما دوتن پر از اسراری است که میتوانیم مدت ها بنشینیم و درد دل کنیم و حسرت بخوریم. ما از غافل جا ماندیم که عازم ملکوت بود. من یقین دارم این جدایی حکمتی داشته. حکمتش پای لنگ ارادت است ابو اسحاق. حق دارید سرزنشم کنید. من تو را سرزنش نمی کنم مسلمان. خودم را مؤاخذه می کنم. این پای شلاق باعث شد تا نتوانم همسفر برادر مظلومم حسین شدم. آه بریده باد این پا، بریده باد این پا، بریده باد این پا، بریده باد این پا. من به حجاز آمده هم تا قصور و غفلت امثال خود را جبران کنم. چطور میخواهی جبران کنی؟ دست دراز کنی تا بیعت کرده حق آل علی را از غاصبین و ظالمین بستانم. یعنی مرا زعیم خود میدانی؟ شما پور حیدر کرارید ولی یه دم امام شهیدم حسین. من نیز قلبن حضرت سجاد را امام از خود می دانم. نزد شما آمدم زیرا که حوزه ایشان را در باب حکم جهاد می دانستم. من و شما شرعاً می توانیم احقاق حق کنیم. مختار پیرو علی تابع است. تکلیف تابع این فلحال صعب بر مصیبت است و سکوت. همینک مفتخر می شوید به زیارت عابد شب زنده دار، محارب با کفار، پرده‌دار خانه یار، خادم امت هوشیار، خصم یزید نابکار، نوه آن یار غار، پدر صحابی کبار، خلیفه نو پا و نو مکان و نو افکار، خلیفت الله حضرت عبدالله ابن زبیر ابن عوام، که سوی خالش ام المؤمنین متصل است به اهل بیت پیامبر خاتم حضرت مصطفی صلوات الله علیه. چه فرقی هست بین آل زبیر و آل امیه وقتی بناست بر یک شیوه حکومت کنند؟ با این اوصاف شما و یزید یک جور فکر میکنید. برای چه با اون مخالف هستید؟ من با یزید بر سر شریعت مشکل دارم مسلمان. به سیاست او که معترض نیستم، به دیانت او معترضم. مختار تو تشنه به خون یزیدی، من هم هستم. تو خونخواه حسینی، من هم خونخواه اویم. فیعت کن قال قضیه را بکن. بیشم شرط. چه شرط؟ عراق عرب.
پس درد مختار هم داغ حسین نیست. خونخواهی حسین بهانه ایست برای رسیدن به حکومت عراق. مردم روی شما حساب میکنن شیخ. حتی یزید از قدرت شما واهمه دارد. او از قدرت پنهان شما در حراس است. گواهش آزادی خودم. شما با یک نام یزید رو وادار به عقب نشینی کردید. چه در سر داری مختار؟ میخواهی عبدالله عمر را در مقابل عبدالله زبیر علم کنی؟ با بلایی که حضرات بر سر ردای خلفا آوردن از کهن جلی برایم بی‌ارزش‌تر شده. تو ناشی و ناولد راه نیستی پسرم. تو این حصار نامرئی را خواهی شکست. پسر زبیر با تصویر زمین گیرت کرده؟ بسیار خوب، تو هم رندی کن. چگونه مادر؟ او خون حسین را بهای حکومت خود کرده. اهل حجاز دروغ بزرگش را راست میپندارند. چطور رسوایش کنم؟ باید روی خوش نشان بدهی. تو کار خوبی نکردی حکومت عراق را شرط بیعت با زبیریان قرار دادی. میبینی دنیا چه بی اعتبار و حقیر است مختار. من عبدالله پسر عمر خلیفه جهانگشای عرب که نامش موی بر اندام دشمنان راست میکرد، باید دست به دامن جوانک بیمایه و بیدین بلحوث شود. شما آدم کمی نبوده و نیستید شیخ. همین امروز اراده کنید میتوانیم ابن زبیر را کنار بزنیم. نه مختار، نه. با بلایی که حضرات بر سر ردای خلفا آوردن از کهن جلی برایم بی‌ارزش‌تر شده. شعله‌ای که روزی بر دوش عمر بود امروز بر شانه جوانکی ناباب و بی‌خرد است. خداوند بانیانش را نیامرزد که دین خدا را بی آبرو کرد. می شود از دین خدا اعاده حیثیت کرد. صبوری تا به کی شیخ؟ شما با بیعت نکردن قدم اول را برداشته اید. قدم دوم و سوم را هم که بردارید کار به سامان می رسد. مردم روی شما حساب می کنند شیخ. حتی یزید از قدرت شما واهمه دارد. او از قدرت پنهان شما در حراس است. گواهش آزادی خودم. شما با یک نام یزید رو وادار به عقب نشینی کردید. راحتت کنم مختار، من و صفیه سال هاست که دندان طمع از حکومت و قدرت را کنده ایم. من سلطان مطبخ و خانه خیشم. سلطان سلطان است، قلم روی حکومتش مهم نیست. عبدالله هنوز از جانش سیر نشده. بشما چند خلیفه به خاطر یک خرقه پشمینه کشته شدن؟ عمر، عثمان، علی. صفیه، حسین را از قلم انداختی. دعوای حسین و یزیدم بر سر همین خرقه بود. من از مختار در عجبم. هنوز خون حسین ابن علی خوش نشده. حسین قدرتی دوسویه داشت. از یک سو بس به پیامبر بود، از یک سو پدرش خلیفه قدری بود. عاقبتش چه شد؟ غیرت عرب امروزه مثل کنده نیم سوزه تر است. هر چقدر فوتش کنی فقط دود میکنن، از شعله خبری نیست. اینقدر دود میکنه تا کورت کنه.
نمونش جناب عالی. خوب از چشم مبارکتان تازه خوب شده. چه در سر داری مختار؟ میخواهی عبدالله عمر را در مقابل عبدالله زبیر علم کنی؟ من به قصد خونخواهی حسین پناهنده کعبه شدم. شک ندارم خون حسین ریشه شجره سفیانی را خواهد خشکاند. برو این دام بر مرغی دگر نه. من خود را مدیون شما میدانم، آمدم تا ادای دین کنم. میخواهی ادای دین کنی؟ گوشه دنج و امن زندگیش را برهم مزن. او را از سر سجادهش بلند نکن. اجازه بده در جوار خانه خدا، خانه آخرتمان را آباد کنی. مختار، من دینی بر ذمه‌ات ندارم. عرض کردم هر چی کرده ام به خاطر همسرم صفیه بوده. صفیه نبود، زندگی من هم مثل پسران علی گرفتار تنبات‌های حکومتی می‌شد. هر وقت خوب به قدرت به سراغم آمد، صفیه بود که با هنرش به دادم رسید و مرا از مهلک دور کرد. بله، صفیه از همان زمان که دخترکی بیش نبود در رام کردن پسرکان سرکش استعدادی فوق‌العاده داشت. همه از اون میترسیدند و حساب میبردند، جز مختار که سر بیباک و نترسی داشت. این همه سرت به سنگ خورده بس نیست؟ چرا به فکر خودت و خانوادت نیستی مختار؟ تا کی میخوایی جانت را سپر بلای این و آن کنی؟ مختار زاده نشده تا زیر بار زور برود. ولی من روزیست که در برابر زور تسلیم شدم. مختار، ابن زبیر خدا خدا می کرد تا حسین دعوت مردم عراق را اجابت کند و از مکه برود تا در حجاز رقیبی نداشته باشد. متاسفانه حسین این فرصت را به او داد. اکنون ابن زبیر تنها مدعی بی رقیب یزید در حجاز است. قطعا یزید برای سرکوبی او به حجاز لشکر خواهد کشید. زبیر به اعتبار و شمشیر مردانی چون تو محتاج است. مواظب باش تو را ارزان نخرم. چیست که اغلب رجل سیاسی مکه نامشان عبدالله است؟ وقتی خانه بیت الله است، خادمین باید هم عبدالله باشند. اهلا و سهلا ابو اسحاق. اهلا و سهلا. پوشیدن روی در این خانه کراهت دارد. این خانه حریم امن است، از چه می ترسی؟ ترس من از عبدالشیاطین نیست که خود را خادم این خانه می خوانند. این باورها اجر مجاهدتهایت را ضایع می کند. تو در سرزمین مشعر و منهایی، در عرفات، در سعی صفا و مروه. در مکه حاجی باید مراقب همه جایش باشد، علل خصوص زبانش.
رمی جمرت را به بغض و کینه تباه مکن. رمی جمره من امروز رمی یزید از رفیق. مرحبا. پس چرا به خادمین خانه‌ای که قصدشان رمی یزید است اهانت میکنی؟ پسر زبیر را عبدالشیطان نامیدن بی انصافی است. او از صالحین ماست. بله. بنمتی، من روی پوشیده داشتم، تو چگونه من را شناختی؟ رجل سیاسی به نامی مثل مختار، آن هم در شهری مثل مکه که مخالفین یزید را پناه داده، آب بخورد از چشم و گوش رقبایش پنهان نمیماند. عبدالله زبیر منتظر توست مختار. شما دو تن با هم باشید، یحتمل بتوانید یزید را کله کنید. جناب مختار، همینک مفتخر می شوید به زیارت عابد شب زنده دار، محارب با کفار، پرده‌دار خانه یار، خادم امت هوشیار، خصم یزید نابکار، نوه آن یار غار، پدر صحابی کبار، خلیفه نو پا و نو مکان و نو افکار، خلیفت الله حضرت عبدالله ابن زبیر ابن عوام، که از سوی خالش ام المؤمنین متصل است به اهل بیت پیامبر خاتم حضرت مصطفی صلوات الله علیه. بله، ما نیز مشتاق زیارت این قصیده بلند و با مسماییم. به چه میخندی مختار؟ مسخره است. چه فرمودید؟ عرض کردم مضحک است، مسخره است. چه چیزی مسخره و مضحک است؟ همین بساطی که به راه انداخته اید. اینجا یمن است یا مکه؟ شما عبدالله زبیر هستید یا سلیمان نبی؟ این تخت تنه به تخت سلیمان میزند. نکند قصد ادعای نبوت دارید؟ نه مختار، نه. نبوت لقمه گلوگیریست، خفم میکند. مزاج ما با شبه نبوت سازگارتر است. پای در نعلین انبیا کردن حماقت محض است. رسول الله، خلیفت الله، ما به همین خلیفت اللهی قانعیم. خلیفت الله بودن این همه معجزه نمیخواهد. نشد مختار، نشد. ما در اوصاف تو شنیده بودیم که سیاسی، پس کو؟ چرا مثل یک عامی بی سواد سخن میکنی؟ اگر حکمت معجزات ما را میدانستی به سخره‌شان نمیگرفتی. تا جایی که من میدانم دین ما دین اعتدال است و سادگی. بهترین نمونه اش هم کعبه. تو ساده تر از علی و والیانش دیدی؟ ندیدم و نه هرگز خواهم دید. من با تمام اختلاف نظرهایی که با مسلک علی داشته و دارم اقرار میکنم که سادگی جایی در عراق عرب به همراه ابو تراب به خاک سپرده شد. فرق علی را چشم ظاهربین مردم شکافت، نه شمشیر ابن ملجم مرادی. حسین را همانهایی کشتند که عقلشان به چشمشان بود. حالا ای تو و امثال تو دم از دیانت و عدالت و سادگی بزنید. امویان سال هاست که
با جلال و جبروتشان بر گرده مسلمین سوارند و یک تازی میکنند. زرق و برق کاخ سبز دمشق، مسجد اعظمشان یک نمونه. مسجدی ساختند که آدمی از تحیر دهانش باز میماند. خب چرا ما مکه را در برابر شام علم نکنیم؟ پس درد شما هم درد دین نیست. چه فرقی هست بین آل زبیر و آل امیه وقتی بناست بر یک شیوه حکومت کنند؟ با این اوصاف شما و یزید یک جور فکر میکنید. برای چه با او مخالف هستید؟ من با یزید بر سر شریعت مشکل دارم. مسلمان به سیاست او که معترض نیستم، به دیانت او معترضم. یزید شرب خمر میکند، یزید قمار میکند، یزید لهو و لعب میکند، یزید سکبازی میکند، میمون بازی میکند، یزید نماز را سبک میشمارد. چنین امیر المؤمنینی خونش مباح است. امیر المؤمنین باید از دروغ و ریا هم مبرا باشد. صد البته، ولی خلط مبس نکن مختار. چقدر شریعت میدانی؟ انقدر بلدم که در کار خود وانمانم. بسیار خوب، احسنت. پس حتما میدانی که دروغ مصلحت آمیز و ریایی که باعث حفظ دین بشود شرعا مجاز است و ایرادی ندارد. مختار، بحث بر سر شریعت ما را از هدف مشترک من باز می‌دارد. تو مخالف یزیدی، من هم هستم. تو تشنه به خون یزیدی، من هم هستم. تو خونخواه حسینی، من هم خونخواه اویم. بیعت کن، قال قضیه را بکن. به یک شرط. شرط؟ چه شرطی؟ عراق عرب. بس درد مختار هم داغ حسین نیست. خونخواهی حسین بهانه ایست برای رسیدن به حکومت عراق. خوش و ذکاوتت بدک نیست مختار. حسین برای یزید خطری نداشت. یزید حماقت کرد، حسین را کشت. بدون شک نمیدانست که خون حسین خیلی خیلی خطرناکتر از خود اوست. به خوب ریسمان چنگ انداخته مختار. فقط مواظب باش دست و پاگیر ما نشوی. میدانی که دو پادشاه در یک اقلیم و دو شمشیر در یک نیام نکنجند. من با تمام توانم در برابر یزید ایستادم. خواه امثال مختار کمکم کنن، خواه کمکم نکنن. برو. راستی مباد میان مردم حجاز نفاق کنی. حجازی ها در بیعت با منند. بخواهی مردم حجاز را به بیعت با خود بخوانی، با من طرفی. و من یزید نیستم که اشتباه کنم و مختار را زندانی کنم و به توصیه خلیفه زاده رهایش کنم. دست از پا خطا کنی، در دم جانت را می ستانم. خیلیش Thank you.
کجای را؟ بسه خودتی ابو اسحاق؟ بله جناب عالی. من هانی ابن جبه ودایی هستم از اهالی کوفه. مرحبا دلاور. شایعه بود از بند پسر مرجانه گریخته ای. باورم نمی شد. از کوفه چه خبر؟ تیر غیبی پسر مرجانه را زمین گیر کرده مختار. شنیدم زخمی را علاج بران پایش افتاده و استخوانش را سیاه کرده. اطبا قصد دارن پایش را قطع کنند. آفت پسر مرجانه منم. زحمتی برای دارمانی. به دیده منت. کی حاضر کوفید؟ منتظر کاروان یمنم. خدا بخواهد به زودی راهی کوفه می شوم. به اهل بیتم بگو من مجاور کعبه. داشتی قاصد؟ دو سه روزی تأخیر کردی. چرا؟ خلیفه متعلم بودم، مرا به حضور نمیپذیرفتند. بلا دور باشد. از چه متعلم بودن؟ در غم و اندوه عزیزی از دست رفته به سوگ بودن. متوفا که بود؟ ابو قیس. ابو قیس بوزینش؟ بله امیر، ابو قیس بوزینه نبود، انیس و مونس خلوت امیر المومنین بود. ابو قیس نزدیکترین یار خلیفه بود. ضایعه اسفباریست. چه شد که مرحوم ابو قیس به رحمت خدا رفت؟ همانطور که میدانید ابو قیس سوارکار قابلی بود. در یکی از مسابقات اسب سواری از اسب سقوط کرده. از قرائن و شواهد پیداست که خائنی تنگ اسب را شل کرده تا ابو قیس را بکشد. مظنون را یافتند؟ اقرار به سوء قصد کرده؟ یکی دو نفر را به همین جرم دستگیر کردند. تا من در شام بودم اقرار نکرده بودند. ابو قیس در اسب سواری مهارت خوبی داشت. من بعید میدانم به خودی خود سقوط کرده باشد. حتما به قول شما تنگ اسبش را خوب نبستند یا احتمالا شل بستند تا مرحوم ابو قیس سقوط کند. ذات الله. مظنونین را ناخن بکشند نقر می آیند. در هر حال خداوند داغ این مصیبت را بر خلیفه مسلمین و عموم پیروانش هموار کند انشاءالله. بنو رئیس. بله امی. قاصد داغدار من را طوری پذیرایی کنید که رنج سفر و رنج مصیبت را فراموش کند. قاصد برو امروز و فردا را خوب استراحت کن، پس فردا بیا پاسخ نامه خلیفه را بگیر و برو. بله امیر. زهر مار زرزر نکن ببینم چه نوشته. ابن زبیر در حجاز سر به شورش برداشته و مسلمین را به بیعت با خود میخواند. لایقتر از شما کسی را نیافتم که دفع فتنه آل زبیر کند. بلادرنگ به حجاز لشکر بکش. اختیار تام داری قائلی اهل حجاز را در هم بکوبی و سر پسر زبیر را برای ما بفرستی. بر از اینا به قضاء الله به من نهی و کرمه. امیر مؤمنین یزید ابن معاویه ابن ابو سفیان. مختار یا علی. چه شده؟ باز پیکی از جانب خلیفه رسید و تو بوکشان سر کلت پیدا شد؟ از جان ما چه میخوای عمر؟
به پیر، به پیغمبر، به دین، به آیین قسم، اگر مهر من اعتباری داشت از صاحب حکم امارت ری را برایت مهر میکردم و همچون تکه استخوانی جلویت میانداختم. بیا، میخوایی بدانی خلیفه چه نوشته؟ بخوان. حکم امارت ری نیست، ولی میتواند تو را یک قدم به ری نزدیک کند. من قصد لشکرکشی به مکه را ندارم. تو میخوایی بسم الله خودت با خلیفه مکاتبه کن. توصیه میکنم این بار نقدن معامله کنی عمر. روحید خلیفه یعنی پشم حکومت ریپر عمر زد خر. من به گول پدرم میخندم با طعم در گفتم. مصعب را در میان پسران زبیر نمیبینم. منذر، جعفر، پس مصعب کجاست؟ مصعب دیدار با مختار را خوش نداشت، پوزش طلبید و نیامد. حق داشت، حق داشت. کبر و غرور این مردک غیر قابل تحمل است. چرا وقتی بیعت نکرد به او مجال نفس کشیدن دادید؟ من و منذر حاضر بودیم او را بکشیم. نه، نه جعفر، کشتن مختار فلحال برای حکومت نوپای ما به صلاح نیست. او از شیعیان با نفوذ عراق عرب، ایزن حجاز و علل خصوص طائف است. تا اقدامی نکرده با او مدارا میکنیم. فقط یادتان باشد که آمدن مختار به حجاز بی دلیل نیست و بدانید که مختار از یزید برای آل زبیر خطرناکتر است. پس چار چشمی مراقب او باشید. به دورش حساری نامری بکشید، همه آمد و شدهایش را زیر نظر بگیرید. همه را باید بدانیم که حامیانش در حجاز کیانن. خب، اخبار تازه چه دارید برادران؟ یزید ابن مرجانه را مأمور لشکرکشی به حجاز کرده. ابن مرجانه، زهی خیال باطل. احمق خیال کرده فاتح کربلا میتواند فاتح کعبه هم باشد. بیاید ابن مرجانه به حجاز بیاید تا نشانش دهیم. فرق آل زبیر با آل علی در کجاست؟
قذافی ها بیشتر ساکن طائف بودند. مختار پس از آنی که نتوانست با آل زبیر توافق کند به طائف نزد مادرش رفت، اما حصار نامری زبیریان چونان تاری عنکبود به دور مختار تنیده و او را از هر گونه فعالیت باز می داشت. به گواهی تاریخ حتی رفت آمدهای شبانه مختار با دوستان و همفکران خود از چشم و گوش زبیریان پوشیده نماند. در طائف کنار خوبترین مادر دنیا دومت بود هستم. توفیق اجباری شد که بعد از سالها دوری مدتی در جوار مادر زندگی کنم. فقط حضور شما در طائف رنج تبیید را بر من هموار کرده. خدا سایت را از سر فرزند نارامت کم نکنه. تو هم مثل پدر خدا بیامرزد جانت به شمشیر و اسبت بسته است. او هر وقت به یکی از جنگ هایش می رفت وصیت می کرد دمه اموالم را به تو بخشیدم، اما جان و آبرویم را به پسرم مختار. اسب و شمشیرم را نگه دار تا مختار به سن بلوغ برسد. به او بگو پدرش میراثی گرانبهاتر نداشت. او به شمشیرش عاشق‌تر بود تا من. من به اتکای همان میراث گرانبها آبروها کسب کردم، اما اینک فرزند نفس زبیر با تزویر شمشیرم را از کار انداخته. مادر، من با هزار امید و آرزو راهی حجاز نشدم تا در حصار نامرئی چشم و گوش زبیریان اسیر باشم. تو ناشی و نابلد راه نیستی پسرم. تو این حصار نامرئی را خواهی شکست. پسر زبیر با تزویر زمین گیرت کرده؟ بسیار خوب، تو هم رندی کن. چگونه مادر؟ او خون حسین را بهای حکومت خود کرده. اهل حجاز دروغ بزرگش را راست میپندارند. چطور رسوایش کنم؟ باید روی خوش نشان بدهی. تو کار خوبی نکردی حکومت عراق را شرط بیعت با زبیریان قرار دادی. تو نیتت از خونخواهی حسین حکومت عراق است؟ خدا میداند که نیتم این نیست. پس چرا آن را شرط بیعت خود کردی؟ مادر، من یقین دارم آل زبیر قدرت بگیرد خون حسین را رها می کند و قاتلین پسر پیامبر را می بخشد. حکومت عراق را شرط بیعت کردم تا بتوانم قاتلین حسین را تعقیب کنم. کمی عجله کردی پسر. مادر، مقصودت چه بود که فرمودی رندی کنم؟ هنوز نمیدانم پسرم، باید به آن فکر کنی. همینقدر میدانم شرط حکومت عراق برای بیعت با ابن زبیر اشتباه بود و پس گرفتن آن اشتباهی بزرگتر است. تو نباید عقب نشینی کنی. پس بنشینی ابن زبیر مچت را میگیرد و میفهمد که در این عقب نشینی مختار حیلتی است. باید منتظر حوادث آینده بود. لشکریان یزید به فرماندهی مسلم ابن عقبه به اجاز لشکر کشی و مدینه النبی را که به بیعت با آل زبیر در آمده بود تصرف کردند. به گواهی تاریخ در این تهاجم بیرحمانه اصحاب پیامبر و مدفن النبی و حتی قرآن
از تعرض ایشان مسئول یعنی مصنف ابن عقبه فرمانده سپاه یزید پس از این تهاجم مریض شد و مرد و لشکریان یزید به فرماندهی حسین ابن نمیر سکونی راهی مکه شدند. ای زائران بیت الله الحرام، ای زائران قبله دلها، ای عمر گذاران قافله عشق، بشنوید از خلیفه قاسمی که بر دیو خشم سوار شده و به جنگ خدا آمده. یزید بدکاره امروز حرمت مدفن رسول الله را شکست تا ثابت کند از حمله به کعبه ابایی ندارد. لشکریان شام به مدینه النبی، به شهر نزول آیات وحی، به شهری که رسول خاتم در آن آرمیده، حمله کرده، مسلمین را سر بریدند و اموال و نوامیسشان را به غارت بردند. این لشکر خوناشام کافر پس از ویران کردن مدینه النبی راهی مکه و کعبه شدند که به خدا قسم به سرنوشت سپاه ابرهه دچار خواهند شد. خداوند حافظ کعبه است، خداوند خانه‌اش را از گزند شیاطین حفظ خواهد نمود، شک نکنید. ای حجاج، طواف کعبه وانهید و خدای کعبه را دریابید که امروز روز آزمون است. رمی جمره امروز رمی یزید است و رمی لشکریان خدا نشناس یزید. هر مسلمانی که قوه جهاد دارد شمشیر بردارد و هر آن که توان ندارد با مارش مسلمانی را مسلح کند. بدانید خداوند حافظ کعبه و حامی مؤمنین است. به به، باغت آباد انگوری. عجب انگور دردانه‌ای تردی. جان میوه از جان باغبان است. با کدام عشق در تاکستان طائف بیل زدی؟ چریک خسته. خاک طائف زرخیز است بنوتی. باغ ام ساره پیرزن رو هم نگاه کنی میفهمی بیل زدن ها و گلایه های مختار با زمین هیچ ربطی به این خوشه های درشت و آبدار ندارد. من در طائف انگوری به درشتی و شفافی و تردی و شیرینی تاکستان مختار ندیدم و نخوردم. به به، گوهر است نه انگور. نیازی به ملچ و ملوچ کردن نیست منوتی. برای من خوشه خوش انگورهای این تاکستان حکم متلک های آبدار را دارند. نخیر، زهر ما رو من کردی، من که سیر شدم. خدا را شکر که هنوز اشتهایی برایت مانده. الحق که روحیه رشک برانگیزی داری. بخور بخور بن موتی گوارای وجودت. عجب دل خونی دارد باغبان. من به حجاز نیامدم که در طائف زندانی شوم و تاکستان آباد کنم و انگور دردان عمل بیاورم. تو حال مرا خوب میفهمی، پس با تعریف و تمجید از انگورهای باغ ریشخندم نکن رفیق. تقصیر خودت هست برادر من. با سنگی که تو جلوی پای طرف انداختی توقع داشتی او تو را روی سرش بنشاند و حلوا حلوا یاد کند. باز خدا پدرش را بیامرزد که سرت را زیر آب نکرد. مطمئن باش اگر میتوانست مرا بکشد کوتاهی نمیکرد. ببخشید ابو اسحاق، چرا نمیتوانست تو را بکشد؟ تو با او دمخوری، دلیلش را بهتر میدانی. من همینقدر میدانم که خوف از خدا کرد و تو را نکشت. خدا؟ کدام خدا؟
خدایی که قادر متعال است یا خدایی که خلیفه باران سوار است؟ من سالهاست با تو رفاقت دارم مختار، تا به امروز اینقدر بدبین ندیده بودمت. سیاه بینی عارضه زندان است. خیر، عارضه سیاست است رفیق. من در سیاست آموختم که مردان قدرت خدایی جز کرسی هاشان نمی شناسند. سیاست از این درس ها چرا به ما نمی دهد؟ آخر ما هم عمریست که تا خرخره آلوده سیاستیم. مختار، داوری تو درباره بن زبیر افراط است و ناروا. قیاس او با یزید بی انصافی است. به خدا قسم سگش می ارزد به صد تا یزید و امثال هم. تو بن زبیر دشمن واحدی دارید، حیف نیست روابطتان حسن نباشد. اتحاد شما می تواند یزید را سرنگون کند. تو به دیدن رفیقت نیامده ای، برای دلالی آمده ای. گوش کن رفیق، تو سیاست باز کارکشته ای هستی، کلاه سرت نمی رود. مأموری مختار و پسر زبیر را به هم گره بزنی. بزن، حتما حق دلالیت دندانگیر بوده. اما من فقط به یک شرط با پسر زبیر بیعت می کنم. حکومت عراق عرب باید مان من باشد. من باورم شد که مردان قدرت خدایشان امارتشان است. اجازه مرخصی می دهی؟ کجا با این عجله؟ حتما می دانی یزید لشکریان شام را روانی حجاز کرده. چه فضیلتی بالاتر از این که در مقابل دشمن خدا و دین و کعبه بیستم و جهاد کنم؟ تو چه می کنی؟ من خیال دارم در این تاکستان یک عمارت مجلل بسازم، با یک آب نما و فواره، یک مرغدانی انگوشه، یک استبل هم آنجا. اهل و عیال را هم به طائف می آورم، زندگی می کنم. پس عقبی ما قصدش قاز چرانیست. منصب نو مبارک مختار، بعد نیز چند ضعیفه شریفه هم جور کنی و بشوی خلیفه حرمسرای طائف. واقعا که گندش رو در آوردی. من که میدانم دلت لک زده برای چکاچک شمشیرت. برای آنچه که تو در سر داری پسر زبیر نردبان خوبی است. بیا برو به مکه و بیعت کن و با یزید بجنگ. شرط حکومت عراق اجر یک عمر مجاهدت تو را ضایع می کند. چه عجب از باغ و بوستان طائف دل کندی؟ جهت عمره مشرف شدی یا جهت خمره؟ عجب جانوری هستی تو ابن سهل. خمره چه سیغه ایست؟ شنیدم امسال محصول تاکستان طائف فراوان بود و بی نظیر. پنداشتم به مکه آمدی جهت ابتیاه خمره برای انداختن سرکه. تجارت سرکه این روزا پر رونق است، علل خصوص سرکه‌ای که مختار انداخته باشد. حوصله شنیدن عراجی فتران ندارم ابن سهل. قاصدی پیغامت رو بگو، ورنه مزاحم نمازم نشو. چه قاصدی؟ چه پیغامی؟ نمی شود شیرمرد ثقفی رو به طواف کعبه ببینی و خیلی مقدم عرض نکنی و احوال نپرسی؟
دماغت چاق است مختار، دین و ایمانت برقرار است. دماغم چاق است، دین و ایمانم را نمیدانم. خداوند هم مرهم الراحمین است. بر منکرش لعنت. خداوند سبحان رحمان است و رحیم، اگر بنده ناباب نباشد و ناهر. قرار باشد خداوند به یزید و یزیدیان رحم کند، من یکی کافر می شوم و زنجیر اطاعت بندگیش را پاره می کنم. شنیدی با مدینت النبی چه کردن؟ انقدر در شهر پیامبر بی ناموسی کردن که مسلمانان تا سالهای سال نمی توانند سر راست کنند. کدام مسلمانی است که این خبر بشنود و دلش به درد نیاید و فارغ از غم دین و بی‌آبروی مسلمین به تجارت و زراعت بپردازد؟ حیف که داخل مسجد الحرامی، بردم به جرم این آهانت دندانهایت را خرد میکردم. این حرفا را به من میگوی مردک؟ برو به آن یار نوتخته متدینت بگو که باید حافظ نوامیس و مسلمین باشد. قدرت و ریاست پسر زبیر را کور نکرده بود، امروز اوضاع مسلمین این گونه نمیشد. پسر زبیر چه کند وقتی یلان و جنگجویان و نامیان مسلمان گوشه عزلت گزیده و کمکش نمی کنند؟ فی المثل خود تو مختار، چرا دست به قبضه شمشیر نمی بری؟ چرا دست به دست اون نمی دهی؟ می خواهی بنشینی و تماشا کنی که کعبه را جلوی چشمانت بسوزانم؟ تو خود بهتر از هر کس می دانی ابلیس. من سال گذشته برای بیعت رفتم، اربابت بیعتم را نپذیرفت. بیعت به شرط و شروط را خدای هم نمی پذیرد. بیعت در ازای حکومت عراق. مسلمان، تیشه به ریشه دینت می زنن. اون وقت تو به فکر ریاست خودت هستی. بله، من به فکر ریاست خودم هستم. یا حکومت عراق یا بیعت بی بیعت. تو با امسالتان هر جور دلت هم می خواهد حساب کنید. من حرفم یکیست، خدایم یکی. پناه بر خدا از خیر سری و لجاجت مختار. شنیده بودم یک دنده و کله شق، باورم نمیشد. یک دنده و کله شق و جان سخت. غیر از این بود اومویان تا بحال کله شم را کنده بودند. حالا رفع زحمت کن تا به نمازم برسم. مرا حکم قبول داری؟ که چه کنی؟ که واسطه تو پسر زبه شد. شرطت را قبول کند به میدان میایی؟ ابن سخت، من شرطم روشن است، طلبم معین. حکم نمیخواهم، زامن میخواهم. حکمی ممهور و مکتوب و سلام. قبول. امشب کجایی؟ منزل خواهرم. خبرت میکنم، شاید همین امشب قوالت را نوشتی. هم مرتبه ایم.
بسم الله. بهتر است، بهتر است تا این سرگیج منجر به تهوع و استفراغ نشده و این بساط مطهر را آلوده به نجاست نکرده دستور دهید این کرسی دوار از چرخش بازیستد. عذرت موجه نیست مختار، تو وقتی گرد کعبه میچرخی دلت آشوب میشود، سرت گیج میرود. لعنت خدا بر شیطان، چرا قیاس من فارغ میکنی شیخ؟ من ذاتاً با هر چیز گیج کننده و سرگیج آور مخالفم. با اجازه. تو بردی مختار. چه چیز را بردم شیخ؟ من ذاتاً عادت دارم حریفانم را گیج کنم. یکی را با فلسفه، یکی را با شرعیات، یکی را با حیله، یکی را با گردونه. تو با هیچ کدام گیج نشدی مختار. کسی که به شمشیر خود نشکند به هیچ شمشیری نمی شکند. حکومت عراق عرب به شرط پیروزی بر یزید علیه اللعنه مال تو. افسون بر حکومت عراق دو شرط دیگر هم دارم. و آن دو شرط؟ اول اینکه در تمام امور باید با من مشورت کنی. دوم، من تنها کسی باشم که در هر زمان بدون هیچ تشریفات بتوانم به دیدار خلیفه بیایم. شرط پارسالت را قبول می کردیم به نفع من بود. نپذیری؟ بار سوم باز هم شرایط سختری خواهی داشت. خطر بیخ گوش من است مختار. بهتر است این بازی ها را تمام کنیم. بنصر. یا امیر. به سیاهی که نوشتی این دو شرط ابو اسحاق را اضافه کن. بله امیر. سایه آل علی را با تیر میزند، یکی سنگ آل علی را به سینه.
مختار با این بیعت محبوبیتش را نزد شیعیان از دست خواهد داد. فراموش نکن آل زبیر دشمن دیرینه آل علی است. مثقال خوف به دلتان راه ندهید. تدبیری اندیشیدم تا یزید و لشکریانش در مکه بلعیده شود مثل این لقمه. مصعب، هرچقدر تو دوری کنی مختار نزدیکی میکند. آنقدر نیا تا عاقبت مختار خلقه از تن برادرمان بدر کرده مسندش را تصاحب کند.